دیروزم که دیدین آقای اوباما تشریف بردن نشون میدادن به انگلیس و چقدر کادو برده بودن اونجا و بله بله و ماشینشون گیر کرد میخواستن بیان بیرون بله و برای من خیلی جالب بود که امریکایی‌ها یه جاهایی چقدر آدمای سختی هم. ما همیشه فکر کنیم ما ایرونی‌ها هستیم که پشت هم حرف میزنیم یا کار به کار هم دیگه داریم. میگفتن که به دلیل این هروئینی که جدیداً اومده چرا ایشون رفته انگلیس و داره اونجا حرف میزنه میخنده. خب یعنی چی؟ آدم خب وقتی میره حرف میزنه داره میخنده دیگه. آره راحت. واقعا این امریکایی‌ها به خدا ها نخنده بود. پرزیدنت رفته داره یعنی چی؟ پرزیدنت نه بخنده. نه بخنده بود. بخنده اصلا یعنی چی؟ بره. مثل اینکه میگفتن مثلا چرا شاه مملکت تو قصد زندگی میکنه؟ 270-80 میلیون نفر جمعیت 200 نفرشون مورد این اصابت قرار گرفته یا 5000 از بین رفتن. ولی من فکر سالهای آینده باشه و اونایی که هستن همیشه اینو باید به فکرش بود. The show must چی؟ The show must go on. That's it. The show must go on. روز زن دیدم که در ایران هم روز زن رو جشن میگیرن. باریکلا. و ساین‌های مختلفی رو زده بودن. فقط اینجا من دارم نوشته روز زن و مادر زن مبارک باد. بعدش هرچی چی نوشته ولادت حضرت فاطمه زهرا. بله. بعد اینجا نوشته روز زن و مادر زن مبارک باد. من نمی‌فهمم یعنی چی. خب روز زن زن دیگه. آره زن مادر شوهر مثل که مبارک نباد. او خاک بر سرم اینجام که شد با به ضرر ما مادر زن. من میخوام ببینم که این چیزهایی که مینویسن و میبرن تو خیابونا و مردم میبینن بالاخره ببین ما از همون مردم اومدیم. یارو ترسیده زن زلیل بوده ترسیده گفته آقا بذار مادر زن حالا هر کی بوده نوشته بود آقا بذار دیگه بذار مادر زن. نه اصلا زن من میخوام ببینم زن با مادر زن مادر شما فرق نمیکنه. زن زنه دیگه. خب همون دیگه روز زن مبارک یعنی برای همه است دیگه. آخه همه زن هم زن. خیلی مخلصی تو از اونا بودی که اگه الان ایران بودی چه چیزایی مینوشه همش هم به نفع آقایون. نه من با روبرو تحمیل میلانی خوب میتونم باشم. دو چی؟ تحمیل میلانی. چرا؟ اون بس که داسته بودش دویتا هولاکوی میگه شما در جمال بچگی مشکلات داشتی. باره او همیشه اصلا تحمیل میدانی هر وقت فیلمی درست میکنه اینا دکتر فیل میشتسی این دکتر فیل که اوه بله اصلا آره، دکتر فیل که روانشناسه. آره دکتر فیل همیشه همینه میگه. دکتر فیل میگه که آره این ایشو دکتر نیستن you know that. دکتر روانشناسه دیگه. چی نخه؟ بعدا معلوم شد که ایشون دکتر روانشناس نیست. هست اگزم دکتر فیل خودمونه. اون فیله ممکنه دکتر باشه ولی راجب ایشون دکتر نیستن. لو رفتن و بعد گفتن فقط اپرا اومده بود ایشون رو معروف کرد. البته من برنامه هاشو یکی دو بار نگاه کردم. واسه ما و یه استعداد 300 تا خانم دیگه دکتر فیل دکتر فیله. بله به خاطر اینکه تمام خانم ها عاشق دکتر فیلن. میدونی که دکتر آز هم قراره بیاد جای اوپرا. آز خیلی خوب. آز اومد قراره بیاد جای اوپرا. آز میاد جای اوپرا. بله اوپرا بله تموم شد ولی کن دکتر آز باز دکتر چیزایی که صحبت میکنه داره. بله دکتر فیل دکتر نیست. بله. و برنامه هاش هم بی خود نگاه نکنید هیچ چیزی به خصوص نداره. دکتر فیل خیلی هم معروف و خیلی هم خوب استش. اونم این دکتر هولاکویی ما میمونه که نخیر. در جامعه ایرانی تحول به وجود آورد. دکتر فیل هم تو آمریکایی‌ها تحول به وجود آورد. چه تحولی دکتر فیل به وجود آورد مگر که حرکتش حرکت خیلی درستی بود. خیلی حرکت چه حرکتی کرده این دکتر فیل. حالا اگه دکتر چیز دیگه بود ناراحت کننده نبود. چون دکتر فیله اینا ناراحت خانم. در فکر کنم که آیداهو بوده یا اوهایو حالا فرق نمیکنه در یک شهری الان یادم نمیاد نشون میداد که اخبار گفتش که از باغ وحش یک ببری فرار کرده. بله. مردم خیلی ناراحت شدن و فوری زنگ زدن که در یک جایگاهی بیرون در یک محوطه بیرون نشسته خسته این ببره و میتونید برید بگیریدش. تمام سیکیوریتی گاردا همه ریختن همه رفتن اونجا و رفتن جلو دیدن که خوابیده. بعد تو رو اینا رو آماده کرد همه نشستن. بعد که دیدن که یه دونه از این عروسکای بزرگ بوده یکی علاوه بر شوخی مثل که اونجا گذاشته بوده و کلی ضرر زده بوده به پلیس و اینا اومده بودن. پس خود فیلم خود ببره نبوده. اینا بعضی از این فکر کنم بچه‌ای که مردم آزار هستن
اذیت میکنن اینا، از این کارا میکنن تا میشنوم مثلا پرکه میدن یه از این چیزاشو میذارن عروسکیاشو که مردم یه ذره گول بخورن. من حالا داستان حالا یه فضای دیگه بریم با هم دیگه. توی آمریکا کسانی که تو آمریکا مثلا بیزینسی دارن با. یا کاری دارن، یه سری آدمای هستن که مثلا یه دفعه سر آتش نشانی میاد اینجا، این دستگاه بله. هایی که مال خاموش کردن بله. آتشه بهش بگن فایر دیستینگویشر که هستش، اینا رو چک میکنه ببینه پره نیست. همین حرفا در بیزنس باید داشته باشید، اگر باید داشته باشید بعدا درست باشه، تاریخ هم باید باش روش باشه که نشون بده آقا این فایر دیستینگویشر کار میکنه درسته. حالا قبل از اینکه این یارو بیادش نمره آتش نشانی بشه، یاد یه 3-4 هفته قبلش یه آدم میاد، همینطوری 3-4 تا آدم میان اونجا، میگن که میخواین دستگاه رو پر کنیم. آ دروغی؟ نه واقعی. میگم آقا میشه پر کنیم؟ میگن بله بفرمایید مثلا این دستگاه رو پر کنید. درسته. حالا جالبه چون اینا نمیدونم چطوری بو میکشن که 3-4 هفته بعد قراره که نمره آتش نشانی بیاد و اگه پر نکنه 3 هفته بعد نمره آتش نشانی میاد به شما چی جریمه میده. باریکلا. و اینا بازده چی هستش که یه وقت اگر که اتفاقی بیفته شما چیکار کنی؟ سریع آتیش رو خاموش کنی. آره آتیش خاموش کنی. یه عکس دیدم که هرچی توی فکر بودم که اگر خدای نکرده توی محله را آتیش بگیره این دستگاه رو چطوری باید اینو را انداخت و اینو در آورد و حالا مشحسن از کجا باید گیر بیاریم که کلید اینو داره و باید قفل رو باز کنه طرف تا این دستگاه رو بیارم بیرون. خب این در ایرانه؟ بله. چون در اینجا که اینجا هم البته توی جاهایی هست ولی نه درش آزاده. بازه. بله. آزاده. در داره ولی بازه. درش بازه. بله. بله این من خیلی تو فکر رفتم که این میدونی چی ای رضا دلیلش من چیه؟ به قول بعضی از دوستان کلیدش رو بر از کجا گرفت؟ نه کلیدش رو حالا بذار بهت بگم. به خاطر که انقدر بعضیا فکر کنن همه چی شوخیه. بله. حتما رفتن انقدر اینو برداشتن پیش به هم دیگه کردن. مثل بعضی آدمایی هستن که مردم آزارن و همدیگه رو میبینن همسنای خودشون یا شلنگ میگیرن به هم دیگه آب میپاشن و لیوان آب میپاشن. خیلی بعضی از این کار نکنن. آره. اینا هم حتما اینقدر رفتن این کار را کردن. خب درشو بسته یارو گفته خب پس من این بغل میشینم. با مایی؟ نه من راجب اصولا آدم ها صحبت میکنم که خیلی شیطانن و همیشه از این کار را میکنن. شیطان خوب نیست، شیطون خوبه. شیطان شیطانه، شیطون گوگلی مگولیه. ولی من منظورم شیطان بود، نخواستم گوگلی مگولی باشه. بفرمایید بعدی. اصلا هیچ لذت نبودم، هیچ حالی هم نکردم از این مسئله. I did. داستان جالبش این بودش که واسه من جالب بود اونه که یه سلمونی دیدم یا یه آرایشگاه. میدونی آرایشگرها بهشون بگی سلمونی خیلی ناراحت میشن، میگن ما سلمونی نیستیم ما آرایشگریم. بعد خودم آقا سلمونی فرقش چیه؟ داده شما گفت با اونا چای دارچین هم میدن. گفتم که داشه پس من بیشتر طرفدار دارچینیم. ولی گفتم که فرقش چیه و چند نفرشون سعی کردن که فرقش رو به من نشون بدن یا حالا هر جوری. و بعدم گفتن که فرق رو میخواستن جلو چشای من بیارن و من گفتم نخواهش میکنم این مسئله لازم نیستش. و گفتن که فرق داره، ماها آرایشگر هستیم، ماها کارمون فرق میکنه و اینا. و خلاصه 2 ساعت داستان درگیرم. گفتم به هر صورت شما سلمونی این دیگه. خیلی ناراحت شدم باز دوباره، یعنی یکیشون که اصلا نظر من خفه کنه. چه بیخودی میگی سلمونی آرایشگر همش یکیه دیگه. ولی نه شما مثلا بگی دو سه تاشون میگی مثلا آقای مکس هست کردن کلوفتم هستش دیگه. بله. آره مثل که این کاراته باز بوده نم چی بوده سلمونی شده. بقید این سلمونی که من سلمونی نیستم آرشگر درست حرف بزن. خلاصه من یه سلمونی دیدم نوشته بودش که سالن آرایش یا سالن آرایش با آرایشگاه فرق میکنه. نه چه فرقی داره؟ همش آرایش سالن آرایش میکنه شاید فقط آدم ها رو. نه سالن آرایش همه کار میکنه. اسم سالن آرایش بله اسم سالن آرایش مهدی بود که میبینی نوشته نه قصر آرایش مهدی اج که این حضرت مهدی رو صحبت میکنن که خب
همه امام دوازدهم ما شیعیان هستش و برای ما بسیار با اهمیت. و بعد عکسی، خب عکسی نبوده، عکسی نیستش از حضرت مهدی و عکسم نمیشه باشه اینا، عکس محمد رضا گلزار گذاشته بودن جاش. من نفهمیدم چرا سالن قصر آرایش مهدی عکس محمد رضا گلزار گذاشته بودن جاش. و اسمش، اسم آرایشگاه مهدیه ولی نه، مهدی اج وقتی میذاره منظورش آقا مهدی خودمون نیست. میدونی مهدی مشکی هم داشتیم، مهدی کله پز هم داشتیم، والا مهدی مختلف داشتیم، ولی این وقتی مهدی عجب خب نیسته، چون عکسی نبوده مثلا فقط... سالن آرایش محمد، این محمد خودمون هستش مثلا. میدونی چی میگم؟ آره حالا بگم چی زنه، این سالنش محمده درسته، مثلا سالن آرایش فرهاد، این صحبت از شیرین و فرهاد نیست، فرهاد داداش شماست متوجهی؟ فرهاد اون فرهاد چی بود؟ کوکم بود؟ کوکم بود؟ تیشه زن بوده یا چی کاره میگه دیگه؟ آره میدونم. آره اون نبوده، موضوع همین فرهاده. وقتی هم میرسیم مثلا سالن آرایش مهدی، مهدی معمولیه، ولی وقتی میرسیم سالن آرایش مهدی بعد عج میذاره اونجا، وقتی عج میذاری یعنی که داری با حضرت مهدی صحبت میکنی. بعد عکس، حالا اگر عکس، مگه میشه تو یه سالونی رو یه همچین اسمی رو بذاری؟ مثلا من نمیفهمم، آی دونت آندرستند. حالا دیگه مثلا یه مدتی بودش، مثلا میگم اگر نگاه بکنید یه آقای بوده مثلا تو ایران اسم گذاشته دوغ آبلی، خب خب اون اشکال نداره چون اون که اسم آقای علی بوده و هیچ اشکالی هم نداشته. والله به خدا چرا همه چیز مسخره میگیره؟ برای همه اشکال نداره، ولی نمیتونی بنویسی مثلا، والله به خدا مثلا نمیتونی چیزیش کنی، مذهبیش کنی قضیه رو. You can't. وای خدا قسم چه اشکال داره مثلا فکر کنی، والله